موفقن و مردم اطرافشون رو حتما خوشحال نگه میدارن. بلسینگش و نعمتشون به ما هم رسیده. اینجا دوست دارم که آقای مهندس شهیدی رو معرفی کنم که میخوام در موردشون صحبت کنم. جناب مهندس شهیدی هم آرشیتکت هستن، هم نقاش خوبی هستن و مثل که یه کاری برای خانم ریحانه که هرچی میخوان الان تحصیل کنم. جناب مهندس شهیدی. درود و سپاس خدمت خانم ها و آقایان من محترم برای حضور در این برنامه که به مناسبت بزرگداشت از یکی از شایسته‌ترین هنرمندان معاصر ایران برگزار میشه. من قبل از هر چیز بایستی از برگزار کنندگان این برنامه تشکر کنم، از سرکار خانم شهری سلطانی و مجید مهچی دوست عزیز و هنرمند گرامی که در واقع برای ایشون بایستی بزرگداشت برگزار کنیم که سالهاست واقعا به جامعه ایرانی خدمت میکنند. همینطور از آقای فرهاد صوفی، آقای دکتر اسماعیل زاده، خانم بهبه ابراری و آقای ابراری، این عزیزان که همیشه حامی هنر و هنرمندان بوده اند، این برنامه را با ابتکار و درایت تمام تدارک دیدند که برخلاف سنت معمول که اکثرا پس از فقدان یک هنرمند و یا در سنین بالا و کهولت تهیه کنن من با ارزش برایشان بزرگداشت برگزار میکنن، این گرامیان این بار در اوج سرزندگی و فعال بودن یک هنرمند برش بزرگداشت برگزار کردن. من جا دارد که از خانم بهبه ابراری که از بنیانگذاران سازمان فرهنگی زنان ایران در ونکوور هستند و همچنین جناب ابراری که بیان خدماتشان به جامعه ایرانی و خصوص هنرمندان نیازی به گفتن نداره تقدیر کنم. و حالا میخوام در مورد هنرمند آگاه، مردمی و محبوبی که نه تنها ایرانیان در تمام نقاط جهان ایران ایشون رو میشناسند، بلکه برای ملت‌های دیگر هم کاملا شناخته شده هستند، میخوام در مورد ایشون صحبت کنم. هنرمندی که در عرصه نقاشی معاصر نه تنها کار از مرزهای جغرافیایی فراتر گذاشته که حتی از مرز زمان هم عبور کرده و ما بین گذشته، حال و آینده پیوندی بسیار ساده و ملموس ایجاد کرده که در کارهاشون میبینیم همیشه و این مهم رو به خوبی در برخی از آثارشان میتوان دید و حس کرد. خانم بختیاری که در حدود 20 سال در ایران به قلم، به تعلیم و تدریس نقاشی مشغول بودند و 17 سال نیز در کانادا به تدریس و تعلیم هنر آموزان ادامه دادند و همچنین در طول 15 سال اقامت استاد بزرگ هنر و معماری معاصر ایران شادروان مهندس هوشنگ سیهون که جا داره از ایشون یاد بکنیم و یادشون رو گرامی بداریم، همواره در جلسات و برنامه های مختلف با استاد همراه بودند. با استاد سیهون ارزش و احترام خاصی برای شخصیت هنری ایشون قائل بودند و کارهایشون. خانم بختیاری سالها در تلویزیون پرواز به تعلیم نقاشی مشغول بودند و به تصویر کشیدن طبیعت زیبای نقاط مختلف ایران و همچنین معماری سنتی و بومی نقاط مختلف، چهره زیبا و واقعی ایران عزیز رو به جامعه غربی شناسوندند و این کار بسیار با ارزشی بود که این یکی از کارهای بسیار واقعا منحصر به فرد و با ارزش بوده که دوست عزیز آقای ماهیچی هم در این کار خیلی تلاش و فعالیت کردن. خانم بختیاری برخلاف بعضی از هنرمندان که آثارشان رو به سختی میتوان شناخت و برداشت کرد، پیامشان برای اکثریت جامعه آسان نیست. آثار خانم بختیاری در این سادگی و زیبایی پیام‌هایشان را که در جهت آگاهی جامعه نسبت به موارد مهم زندگی است بیان می‌کنند. من بارها پس از نمایشگاهشان مانند هنرمندان دیگر آثارشان را نقد کردم که در طول سال‌ها در مجلات دانستنی‌ها گوناگون دانشمند فرهنگ و اندیشه به چاپ رسیده و ایشان همواره با شناخت درست و منطقی از جامعه و مسائلی که با آن روبروست سعی کردند که آگاهی و سطح رشد فکری جامعه را نسبت به مسائلی که موجود است بالا ببرند. در بُعد دیگر هنر،
که یک هنرمند وظیفه دارد که پیامش را در قالبی زیبا و جالب ارائه کند تا بیشتر تاثیرگذار باشد، ایشون همیشه موفق بودند. زندگی هر لحظه با بود زمان در حال گذر است و ما انسان ها از گذر لحظه ها غافلیم. از طبیعت زیبایی که خودمان جزی از آن هستیم. خانم بختیاری در بسیاری از آثارشان آنچنان ظریف هوشیارانه به جز آنچه که در زندگی روزمره با آنها روبرو هستیم خیره شده و آن را به سادگی و زیبایی به تصویر کشیده‌اند که شاید اگر در آن مورد چندین کتاب هم نوشته بشود تأثیری را نمی‌گذارد که اثر ایشان. علاوه به توجه ایشان در آثارشان به طبیعت ما را بیشتر به خود می‌آورد که برای طبیعت ارزش و اعتبار بیشتری باید باشیم. حتی بارها نمایشگاهشان را در باغ و طبیعت برگزار کردند تا ارتباط تنگاتنگ ما را با طبیعت و بهره‌گیری از آن را یاد بشند. یادم هست در یکی از نمایشگاه‌هاشون که در باغ یکی از خانه‌های نورث ونکوور برگزار می‌شد، ایشان تصویر یک شیر آب رو که در گوشه دیوار حیات یک خانه بود و تصویر کشیده بودم که در اون گوشه هم هست می‌بینید که خیلی بسیار بسیار پیام مهمی داره برای جامعه و این یکی از تأثیرگذارترین و بارزشترین اثری بود که من در کل نمایشگاهی که بازدید کرده بودم دیدم. زیرا هنرمند با کشاندن مردم به باغ و طبیعت به آنها میگوید این شیر آب مجرای تغذیه و بقای همه این موجودات زنده و زیباست. آن را هدر ندهید چون زندگی همه ما و این موجودات به آن بستگی دارد. هنرمندان با ارزش در واقع کلیدهایی را به بازدید کنندگان آثارشان ارائه می‌دهند که این کلیدها درهای بسته‌ای را برای ما باز می‌کنند. درهایی که بر بینش و دانش ما بسته هستند و در بسیاری از موارد بی‌توجهی ما باعث عدم بینایی ما به آنچه در مقابل چشمان ما هست می‌شود. یکی از موارد بسیار مهم دیگر که خانم بختیاری همیشه دغدغه فکریشان بوده و در بسیاری از آثارشان منعکس بوده است آزادی همه انسان‌ها و برابری آنهاست که به خصوص در زمینه حق آزادی و برابری زن و مرد نمایشگاهی برگزار کردند با خواهر هنرمندشان خانم بیتی علی که به ظلم و فشاری که به زنهای همزبان ما در افغانستان وارد می‌شود پرداخته بودند. این رسالت و وظیفه یک هنرمند است که به سادگی پیامش را آنچنان به تصویر بکشد که قابل فهم برای همه اقشار جامعه باشد، نه اینکه آنچنان گنگ و نامفهوم باشد که کسی چیزی از آن نفهمد. خانم بختیاری یک نقاش رئالیست هستند که گاهی بسیار محتاطانه و هوشیارانه نمودی از سورئالیست در کارهایشان می‌بینیم و این خود نشانه ای از تلاش ایشان هست برای ایجاد پلی بین دو سبک مهم نقاش. به دلیل کمبود وقت من نمیتوانم آنچه را که در خور و شایسته این هنرمند معاصر است بیان کنم و بدون تردید یک هنرمند خوب و با ارزش نیازی به تعریف و تمجید ندارد و تنها شناخت او و آثارش و تحلیل آن میتواند بهترین گرامی داشت برایش باشد. در اینجا جا دارد از استاد بزرگ شادروان مهندس سیهون یک یاد دیگری بکنم و روحشون شاد که خانم بختیاری چندین نمایشگاه مشترک با استاد داشتن که بنده هم در چند از اونا افتخار بزرگ داشتم. در خاطر پیامی برای گردانندگان رسانه‌های همگانی دارم و آن این است که به جای اینکه هنرمندان با ارزشی که داریم در فقدانشان از آنها یاد کنیم، مثل کاری که آقای مجید ماهیچی و خانم سلطانی کردن در زمان حیاتشان و به خصوص مثل این مورد که خانم شراره سلطانی و آقای ماهیچی در اوج سرزندگی یک هنرمند و فعال بیدنش ارزششون قدردانی و بزرگ داشت کردن. من برای اونچه که در حد خودم هست که قدردانی بکنم از یک هنرمند بزرگ کشورمون دو تا پرسه ایشون رو نقاشی کردم که بهشون تقدیم می‌کنم. یکی از طرف خود من به عنوان یک
کسی که عاشق هنر هست و همه هنرمندا رو براشون ارزش احترام قائله، به یکی هم از طرف شاگردان ایشون و هنرمندا. سادگی و کمترین خط و رنگ و سطح واقعا چهره ایشون رو به تصویر کشید. بسیار عالی. شما اینقدر قشنگ صحبت کردید یه جایی گذاشتن برای حرف زدن مون نذاشتید. شما عملش دادید و خیلی با ارزشه و واقعا درود بر شما. Let's have a pause for Mr. Shahidi again, please.